سلام، علی هستم از کانال جوک سبز. با برگی از تاریخ در خدمت شما هستم. به این قسمت هم سرنوشت عبدالله بن زبیر و حکومت آل زبیر رو براتون تعریف کنم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارید زیر همین پست کامنت کنید. عبدالله بن زبیر فرزند زبیر بن عوام و اسمابنت ابوبکر و در خانواده کاملا مذهبی چشم دهانشون در دوران نوجوانیش پیش باباش بود و رزم جنگ آموخت و در یه سری از فتوحات شرکت داشته و گنده خاندان آل زبیر بوده. بعد از باباش در جوانی هم در جنگ جمل با خالش عایشه علیه امام علی قیام کرد و شمشیر زد. تو دوران معاویه ازش هیچ خبری نیست و معلوم نیست کجا بوده و چی کار میکرد، در حال چه اشغال کردن بوده. ولی موقعی که معاویه یزید رو عنوان جانشینی انتخاب کرد، این از مخالفا بود. با حکومت یزید مخالفت میکنه، یزید هم یه سری لشکر میفرسته سمت حجاز که اینو بشونن سر جا. تا این لشکر درگیر جنگ و اینا بودن، یهو یزید از اسبش میفته زمین و مغزش متلاشی میشه و گربه گربه. اینا بشکن زنان رقص کنن، خودش حاکم مسلمین اعلام میکنه و میگه من امیر مسلمینم و تمام میره بیعت میگیره از این و اون. این و اون هم باش بیعت میکنه. در این میان بیعت خاندان قریش رو خیلی لازم داشته، واسهش سند میگه که اعتبار ششتونگ حکومتش بوده. خاندان بنی هاشم هم زیر بار این زبیر نمیرن. این هم برمیگرده محمد حنفیه رو میفرسته زندان تا از این طریق خاندان قریش فشار بیاره که آقا بیاید با من بیعت کنید دیگه. مگه من چمه؟ چه وضعشه؟ چرا بیعت نمیکنم؟ اینا میگن بشین سر جات تو، باید بیعت نمیکنم. این وسط معاویه دوم که پسر یزید بوده بر تخت، یه عجب تخت نرمی، از اونجایی که پدرش یزید فکر نمیکرده به این روزیان گرک باسه میشه، اقتدار خاصی و اینا نداشته. این ماوی بدبخت دوم یه مدت هم مریضی میگه و یعنی خوشی بهش نیمده. ها میاد بشینه تخت خالو بود کنه، عجل میاد سمتش و اینم ورده داره به درک واسطه به صافلی نایده. آه این که به درک واسطه میشه، تو بنی امیه اختلاف میفته که آه کی بشینه رو هر کی ننش قهر میکنه میخواست بشینه دو طرف، میگه این تخت رو من میرم. عبدالله زبیر از این فرصت نهایت استفاده رو میکنه و آب گلی تمام ماهی ها رو میکشه بالا. بصره، کوفه، یمن، اینا همه رو مورد اشغال خودش قرار میده و میبره زیر سلطه و اینا همه باش بگرد. در این میان مصعب دعاش خودش هم ور میداره میکنه والی بصره. اینم برای اینکه به دعاشش حال بده سکه ضرب میکنه به نام عبدالله زبیر و بنی امیه دور خودش رو میپیچیدن که کی بشینه تو تخت. زبیر داشته اشغال میکرده و حاکم مسلمین. از این وقت خوشی این ابن زبیر طولی نمیکشه که مختار قیام میکنه و زبیری ها رو از کوفه دکمهشون رو میزنه، میگه برید خونه میفرسته خونه هاشون و بعدن هم یه سری آدم میفرسته حجاز که محمد حنفیه رو آزاد. این وسط مصعب هم ناراحت میشه، میگه چرا ما رو از کوفه بیرون کرد. زبیر بهش دستور میده که آقا قائله مختار رو ختم به خیر کن و تمام. این هم میاد بعد یه مدت درگیری مختار رو شهید میکنه و حکومت رو صاف و صوف میکنه برای زبیریان. داشش به جایی که به این مذب پاداش بده برمیداره در کنارش آقازاده خودش رو برمیداره، میگه پسرم برو کوفه واسه توه، برو بسته واسه توه، برو پادشاهی کن. پسرش هم چون همه چیز رو به ساده ارده بوده همه چیز رو به کفشش میگیره و توجهی نمیکنه. از این ور خوارج چورش میکنن، یمن رو در اشغال خودشون در میارن و هی همینجوری حمله میکنن. زبیری ها رو میندازن تو مرز. عبدالله زبیر میبینه که خوارج اینجوری دارن میکازن بهش، دست به دامن مصعب میشه، میگه مصعب دادو دادش میکنه. مصعب برمیگرده کجا بسته و دوباره حکومت رو در دست های حکومت رو در دستش بگیر و اوضاع و سوق و سوق بده. از این ور خوارج خیلی فشار میارن، یعنی یه جور فشار میارن که نگو. این وسط زبیری ها شانس ندارن و توی شام
اوموی یا دور هم جمع میشن، میگن با بس تخت جای بچه مچه نیست، چرا اینقدر با هم دعوا میکنن؟ مروان ابن حکم برمیگردن، تو سلطانی، تو لیاقتشو داری، یا بشین رو تخت. قال این زبیدی ها رو به مروان استفاده میکنه، عبدالملک رو میفرسته که میگه بره فاتحه مسابقه خونه. مصعب که برداشته بشه، یه عبدالله زبیر عدد اینو از فرصت استفاده میکنن و تمام راه‌های ارتباطی عبدالله زبیر رو با یارانش قطع میکنن، حمله میکنن، قال به قضیه مصعب میکنن که تو برگه از تاریخ اینه گفتن برید نگاه. قال قضیه مصعب که کنده میشه، دیگه عبدالله زبیر شد میشه، میفهمی که کارش ده. خود عبدالملک مروان میشینه روی بسته و میگه دیگه عبدالله زبیر عددی نیست و نیاز نیست برام خونه خودم رو کسی کنم. خود جاجب ده یوسف رو بر میگذینه، میگه ببین سر زبیر رو میخ، سر زبیر رو من میخ، از اونجایی که راه های ارتباطی قطع شده و از اون ورم که خوارج دارن فشار میارن، عبدالله زبیر یه فرمانده میفرسته که قاعده این خوارج رو خط کنیم، خیلی خرمگر میپیچن به فرمان روا. حجاج یه لشکر جمع و جور میکنه و سمت حجاز حمله میکنه. از این ور موقعی که حمله میکرده 6 ماه اونجا رو تصرف میکنه. زبیر اون فرمانده که فرستاده بود گفتم بره با خوارج، اینم میاد با اموی ها بیعت میکنه و به زبیر تا دست خنجرشو میکنه. از این وقت دعاشای خود زبیر و فرمانده ها میبینن آقا 6 ماه منتظر نمون، نه مصعبی هست، یه کوفه ای بسته ای ایچی نمون، بعد چی بیان پاسوز دعاشش؟ میرن به دست و پای این حجاج ابن یوسف میفتن، میگن ما رو ببخش، ما فرد کردیم، ما شکر خوردیم. کلن عبدالله زبیر میمونه کفشش میمونه، یه چاره نداره، میره پیش ننه شکار کنن. نشم میگه ببین تو دیگه 68 سال زندگی میخوای، برو ببینم، برو وسط میدون جنگ ببینیم چی میشه، اقتدارانه بمیر، اقتدارانه بمیر. اینم میره نه یاری داره نه انصاری داره، با یه سری آدمی که مونده بودن دور هم جمع میشن، شمشیر میگیرن دستشون، حمله میکنن به حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف میگه جون شما فقط بیاید حمله کنید. یه حمله جنگی میشه و کله زبیر از تنش جدا میکنه و چند ساعت نشده جنگو میبره، تمام اموالش هم مصادره میکنه، میزنه به نام حکومت. خب به پایان قصه خاندان آل زبیر رسیدیم، لطفا سابسکرایب کنید، منتظر باشید که داستان آل امیه رو براتون تعریف کنم. لطفا حمایت کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بکنید، حمایت کنید، حتما حمایت بشه ویدیوهای بعدی ساخته میشه. تا برنامه‌های بعد خدا نگهدار.